با گذشت بیش از 13 سال از تصویب طرح جامع کاهش آلودگی هوای عراق، هنوز هم سهم منابع آلاینده هوای این کلان شهر مشخص نیست. اما مسلمان است عدم تامین گاز مورد نیاز نیروگاه حرارتی و پالایشگاه شازند و مازوت سوزی این دو صنعت بزرگ در غرب عراق یکی از عوامل آلودگی هوای این کلان شهر برای نهمین روز متوالی است که تعطیلی ادارات را در 15 دی ماه 99 به همراه داشت. شهر عراق یکی از شهرهای فلت کشور یا مسطح کشور هستش که از اطراف با رشته‌کوه‌های مختلفی پوشیده شده و تقریبا این شهر از سه طرف محاط شده و به خاطر شرایط خاص محیطی خودش و مورفولوژیک خودش بسیار مستعد آلوده شدن و به شدت تحت تاثیر منابع آلاینده قرار میگیره. یکی از مهمترین منابع تولید آلودگی توی شهر عراق واحدهای صنعتی هستند و مطالعات نشون میده که بیشترین سهمو در بحث تولید آلودگی هوای شهر عراق دارن. در بحث واحدهای صنعتی یکی از صنایعی که بسیار مهمه و آلودگی مستقیمی روی شهر عراق داره نیروگاه حرارتی شازنده که خرد اصلی اون در ابتدای ساخت اون یعنی دهه 80 مازوت بوده. طی سالهای گذشته با فشارهایی که فعالین محیط زیست آوردن مخصوصا در 5 سال گذشته و با سفر استانی که جناب آقای رئیس جمهور به استان داشتن، ایشون در محضر مردم شریف شهر عراق قول رسمی رو به مردم دادن و اعلام کردن که شهر عراق دیگه درگیر آلودگی مازوت نمیشه و سوخت نیروگاه حرارتی شازند به صورت گاز نه تا انتهای این دولت بلکه برای همیشه تأمین میشه. بعد از این اتفاق هم آقای استاندار در ابتدای فروردین ماه امسال قول پلوم شدن خط مازوت نیروگاه حرارتی شازند دادن و مدیر کل محیط زیست این قول اعلام کرد، ولی متاسفانه از 21 آذر ماه امسال نیروگاه حرارتی شازند مجدداً شروع به سوزاندن مازوت کرد. رقم اولیه خیلی بیشتر از 2 میلیونی که الان هست بود با فشاری که فعالان دادن متاسفانه و آوردن جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد، ولی نه قول رئیس جمهور اجرایی شد و بعدش هم متوجه شدیم که دستور کلمبی داده شده بود و قولی که آقای استاندار مردم داده شده بود اجرایی نشد و این دستور شفاهی بوده. طبق آماری که الان ما داریم نزدیک 250 تا 400 تن آلودگی در روز وارد محیط هوای شهر عراق میشه. بیشترین میزان اون گوگرد هست، 2.5% گوگردی که در سوخت مازوت نیروگاه هستش و ذرات معلق از انواع PM2.5 و PM10 و CO یا مونوکسید کربن و انواع اکسیدهای نیتروژن هم داره وارد محیط میشه. متاسفانه اثرات مستقیمی روی مردم شهر عراق داره و روی شاخصهای شبکه پایش شهر عراق که متاسفانه اکثر اوقات هم دچار مشکلات فنی هستش. انواع مختلف بیماری ها امکان داره ایجاد بشه، حجم زیادی فلزات سنگین و آلودگی هم داره وارد خاک منطقه اطراف نیروگاه حرارتی شازند میشه که طی سال آینده وارد آب‌های زیرزمینی میشه و روستاهایی که زیر تحت تاثیر مستقیم مازوت هستن و خاک اونها داره آلوده میشه، مواد غذایی که توی اونجا تولید میشه مثل سبزیجات، مثل انواع مختلف میوه‌هایی که هست،
تحت تاثیر فلزات سنگین و آلاینده‌های دیگه محیطی قرار میگیره و ما یک پیامد بعدی هم روی بحث خاک و محصولات غذایی و آب منطقه همین آلودگی رو در روزهای آینده و سالهای آینده خواهیم داشت. سوخت مازوت که جز سوخت‌های بی‌کیفیت هست، ولی متأسفانه سوختی هم که این نیروگاه داره استفاده میکنه با درصد بالایی از سولفور هست. آنالیزی که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای ما ارسال کردن حاکی از این هست که این سوخت دارای 3% گوگرد هست، ولی اختلافاتی در مقدار این گوگرد با شرکت برق شازند هم وجود داره که این نیروگاه حرارتی اعلام میکنه که سولفوری که در این مازوت هست بیشتر هست. ما برای شفافیت این موضوع نمونه ای از مازوت این نیروگاه رو به تهران ارسال کردیم که هنوز آنالیزش به دست ما نرسید. حالا این مسئول اون ذرات کمتر از 2.5 میکرون و در پاره از ساعت دیوکسید گوگل هست. با توجه به سوختی که الان وجود داره در صنایع مختلف، درصدی که ما میتونیم برای این آلایندگی دیوکسید گوگرد در نظر داشته باشیم در حال حاضر نیروگاه شازن با توجه به نوع سوختش نسبت به سایر صنایع بیشتره.